سلام. جامعه جهانی در رابطه با جاه طلبی های هسته‌ای از نظام ولایت فقیه یه چیز میخواد، اونم عمل به روح برجامه. اما مثل اینکه روح برجام به کام ولایت خوش نیومده و باب طبعش نیست. چرا؟ چون خودش خوب میدونه که این جام زهر مرگی تدریجی و دردناک رو در پی داره. به خاطر همینم است که از سر کشیدن یه باره زهر تفره میده و خورد خورد میره بالا. وقتی هم میخوان تو حلقومش بریزن اینطوری میشه. بله، رئیس جمهور آمریکا از خودش بلاهت نشان میده، لکن این موجب نمیشه که موجب نشود که ما از مکر و حیله و توطئه دشمن غافل بشیم. این دشمن نتوان حقیر و بیچاره شده، تدبیر همه در صحنه باشن، همه بایستی با هوشیاری، با بیداری، با آمادگی کامل در صحنه باشن. جنگ نظامی اتفاق نمیفته، لکن چیزهایی وجود داره که از جنگ نظامی اهمیتش کمتر نیست. باید مراقب باشیم ببینیم دشمن چیکار داره میکنه و چیکار میخواد داره، پیش بینی کنیم. اروپایی ها، دولت های اروپایی خب مسئله برجام رو تاکید کردن. اون گفته بود که من میبرم پاره میکنم چنین میکنم، یه غلطی کرده بود. اینا محکوم کردن، گفتن نه، نباید پاره کنید و نباید چه کنید. خب خیلی خوب، خوبه، یعنی این مقدارش رو ما استقبال میکنیم و خوب، لیکن این کافی نیست. این کافی نیست که به او بگن شما برجام رو پار نکن. خب برجام به نفع اونهاست، هم به نفع اروپایی هاست هم به نفع آمریکاست. طبیعی است که بخوان پاره نشه. ما هم البته گفتیم مادامی که طرف پاره نکنه ما هم پاره نمی کنیم، اما اگه پاره کرد ما ریز ریزش می کنیم. بله، طرف یه 5 روزی خفقان گرفته بود و جیک نمیزد. حالا هم اومده اراجیف تحویل میده، اونم با این مهمل که نمیخوام وقت رو برای جواب دادن صرف کنم. احتمالا میخواسته تو این 5 روز فعل ماضی و مضارع صرف کنه، یا شاید هم شام و نهار صرف کنه، بالاخره یه چیزی صرف کنه که مجبور نشه وقتشو برای پاسخگویی صرف کنه. اما خب همین حرفا آتیش جنگ و دعوا رو گر داد. یه نمونهش این یارو ولایتی. اروپایی ها باید دقت بیشتری داشته باشند در اظهاراتشون و در خواسته هاشون. این که بگویند ما برجام رو قبول داریم اما راجع به حضور منطقه‌ای ایران باید صحبت کنیم، و یا این که در رابطه با موضوع دفاع موشکی ایران صحبت بکنیم، این مشروط کردن برجام به هیچ وجه قابل قبول برای جمهوری اسلامی ایران نیست. میخوان نون شکاف بین اروپا و آمریکا رو بخورن، اما به نظر میرسه که نونش بیاته و اصلا قابل خوردن نیست. هرچند که مهرهای نظام هم میدونن که های و هوی خامنه واسه پوشوندن یه چیز دیگه است، چیزی از جنس مذاکرات میخوان. برجام قابل مذاکره مجدد نیست. اگر درباره مسائل بین المللی و منطقه‌ای نگرانی وجود دارد، این مسائل میتواند موضوع مذاکره میان ایران با کشورهای منطقه یا اروپا باشد. پس نظام قابل مذاکره است، اما با اجازه کی؟ آیا خامنه چنین اجازه ای داده؟ به خاطر همین بود که سایت حکومتی رجا نیوز نوشت که نهاوندیان داره به نوعی به طرف سپاه چراغ سبز میده که این دولت حاضره در زمینه‌های دیگه هم گفتگو کنه، در صورتی که خامنه چنین اجازه ای رو بده. خلاصش میشه برجام 2 و 3 و الی غیر ذلک. حالا ببینید رئیسی چه جوابی بهشون میده. آمریکایی‌ها به دنبال پاره کردن برجام نیستند، بلکه می‌خواهند الگوی برجام را به حوزه امنیت و توان دفاعی ملت ایران تأمین دهند. اکنون که لحن آمریکا درشت شده، برخی می‌گویند باید به قدرت‌های اروپایی پناه ببریم. همان گونه که تا لبخند آمریکا را دیدن گفتند، آمریکا همه کار است و باید کار را با کت خدا ببندیم. خب البته خامنه تو صحبت‌هاش و با گفتن این جمله که البته جنگ نظامی اتفاق نمی‌افته، میخواست ذهن نیروهاشو آروم کنه، اما با گفتن این که اما مسائلی هست که اهمیتش از جنگ کمتر نیست، در میون اونها ولوله انداخت. در نتیجه مثل همیشه حرفاش راه مهره های و رسانه های نظام رو باز کرد که هر کدوم حرفای خودشونو بزنن. چرا ترامپ قایق را تکان داد؟ تغییرات مورد نظر ترامپ که آشکارا اعلام شدند عبارتند از: 1. محدودیت‌های زمانی مندرج در برجام که عمدتاً 10 تا 15 ساله هستند باید حذف شده
و این محدودیت ها علیه ایران غروبی نداشته باشد. دو، موضوع توانایی موشک ایران باید وارد برجام شده و دچار محدودیت شود. سه، باید فعالیت های منطقه ایران مطابق سیاست ها و خواسته های واشنگتن تجدید نظر شده و این نفوذ و قدرت مهار شود. شواهد آشکار و قرائن پنهان نشان می‌دهد اروپایی‌ها بازی خود را آغاز کرده‌اند. پیغام و پسخام‌ها آغاز شده است که ما نمی‌گذاریم ترامپ قایق را غرق کند و شما هم کوتاه بیایید تا بنشینیم و درباره موضوع موشکی و منطقه‌ای مذاکره کنیم. البته آنچه ترامپ و اروپا می‌گویند مذاکره نیست، بلکه در واقع محاکمه است. بله، این هم جنس اون مذاکره ای که اروپایی ها ازش دم میزنن. یعنی مذاکره نیست، محاکمه است. یه محاکمه درست و حسابی. وطن امروز، طرف های برجام چه خواهند کرد؟ به نظر می رسد سه طرف آمریکایی، اروپایی و ایرانی در موضوع آینده برجام به توافق نوشته نانوشته زیر رسیدند. حفظ پوسته برجام، زمین سازی برای آغاز مذاکره مجدد، افزودن مسائل غیر هسته‌ای به برجام، داد ستانده مجدد و بازی برد برد. در سناریوی آمریکا هیچ خط قرمزی برای ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود و آنها امیدوارند ایران بر اثر فشار و تهدید از محیط بیرونی و درونی به سمت پذیرش سناریوی آمریکایی‌ها کانالیزه شود. کشف سناریوی طرف‌های اروپایی خیلی کار مشکلی نیست. اروپایی‌ها مجری بازی طراحی شده آمریکا هستند. واقعا جالبه، طرف احساس میکنه کشف بزرگی کرده، غافل از اینکه خود خامنه یک سال و نیم پیش همه اینها رو گفت و پیش بینی کرد. در اولین روز سال 95 بود که گفت بعد این برجام یه برجامی در زمینه موشکی است و یه برجامی هم در زمینه مسائل منطقه‌ای. اما این نکته رو کاملا درست گفته که از اروپایی ها هم برای نظام آبی گرم نخواهد شد. اروپایی های برجام که تنها چند ساعت پس از اظهارات ترامپ علیه برجام با صدور بیانیه خواستار فشار بر ایران برای محدود کردن برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای تهران شده بودند، حالا این هم‌آوازی با ترامپ را صریح‌تر ادامه می‌دهند تا فشار بر ایران در حوزه برنامه دفاع موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای بیشتر شود. اما اینا از چی نگرانن؟ خب اصلا اروپا هم مثل آمریکا موضع‌گیری کنه، مگه چی میشه؟ اگه همینطور که خامنه گفته جنگ نمیشه و حمله نظامی متصور نیست، پس ترس اصلی نظام از چیه؟ ممکنه بگین تحریم؟ اونم مادر تحریما. البته این درسته، یه چیزی هست فراتر از این. یکی از مهرهای باند خامنه ای چنین سناریویی رو ترسیم میکنه. خرید زمان برای اثر بخش تحریم ها و تغییر نگرش مردم و دست آوردن زمان برای مقصرسازی درباره چرایی تشدید تحریم ها و ایجاد لبه پرتگاه جنگ، به انتظار نشستن بروز نارضایتی عمومی از شرایط اقتصادی با رسیدن جامعه به آستانه تحمل و ظهور اعتراضات اجتماعی و فراهم شدن امکان تغییر محاسبات و تجدید نظر در خطوط قرمز با رساندن نظام به موضع اضطرار، سناریوی جریان غرب‌گرایی داخلی را شکل می‌دهد. بله، ترس و واهمه اصلی همینجاست. اوج گرفتن اعتراضات اجتماعی. این اوج گرفتن اعتراضات رو این روزها تو خیابونای شهرهای مختلف میهنمون میبینیم. حالا این اعتراضات دارن به هم میپیوندن و با شتاب گسترش پیدا میکنن، جریانی که نظام ولایت توان سرکوبش رو نداره. چرا؟ چون خیلی خوب میدونه که سرکوب اعتراضات اونها رو خاموش نمیکنه، بلکه آتش اعتراضات رو گل میده و مهار ناشدنی میکنه. با این حساب میشه گفت که نظام ولایت در یک بنبست استراتژیک قرار داره و زهر برجام داره رمقش رو میگیره. در هفته های آینده این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. فعلا خدا نگهدار.